به نام خدا. رسیدیم به آخرین فصل از کتاب فیزیک سوم دبیرستان، فصل پنجم برای رشته ریاضی و فصل چهارم برای رشته تجربه. بچه‌ها این فصل پرکاربردترین و فنی ترین فصلیه که به نظر من در طول دوره دبیرستان شما میخونید. فنی ترین مبحثه. چرا؟ به خاطر اینکه مستقیما به جریان الکتریسیته و تولید برق مربوط میشه. کاربردش در زندگی شما غیر قابل انکاره. شما پدیده ای رو در اطراف خودتون میتونید مثال بزنید الان که در ساختش یا در مونتاژش یا هر طراحیش از برق استفاده نشده. توی همین کلاس خودمون آیا چیزی رو میتونید مثال بزنید که برق توش هیچ کاربردی نداره؟ یک مثال بزنید. خب دیوار یا تابلو رو بچه ها مثال میزنن. اون تابلو اگر جز جز کنیم چوب و قسمت های مختلفش، کارگاه هایی که اینا رو تولید میکنن از برق استفاده میکنن. دیوار همینطور، تمام کارگاه هایی که اجزای مختلف رو، چیزی رو نمیتونید پیدا کنید. شاید فقط درخت رو بتونید مثال بزنید. سنگ، ما هم وابسته ایم به برق، وابسته ایم. خیلی از مواد غذایی که مصرف میکنیم یه جورایی به برقه، وابستگیش به برق غیر مستقیم اما بالاخره نقش داره. واقعا چیزی رو نمیشه پیدا کرد. خیلی میگم بعیده، من میگم درخت، سنگ، چیزایی که خیلی طبیعیه میشه مثال زد، یا مثلا حیواناتی که تو طبیعت زندگی میکنن. اما ما به عنوان انسان و تمام ابزارهایی که استفاده میکنیم به شدت به برق وابسته است. خب یه فصل از کتاب شما به این مبحث اختصاص داره که ما برق رو چجوری میتونیم تولید کنیم. توی این کتاب ما ابتدا میایم تئوری قضیه رو میگیم. اول تئوریشو میگیم که چجوری میشه یه همچین چیزی رو توضیح داد. بعدن در انتهای کتاب میایم راجع به انتهای فصل میایم یه منبع تغذیه یا اون اتفاقی که توی یه منبع تغذیه میتونه بیفته رو براتون توضیح میدیم. خب پدیده ای که مبنای این فصل قرار میگیره به نام القای الکترومغناطیس در واقع شناخته میشه. القای الکترومغناطیس داستانش از اینجا شروع میشه که، یعنی با یه آزمایش این رو توضیح میدیم. یه آهنربا رو تصور کنید که دوتا قطب NOSش مشخصه. مثلا یه طرفش باشه S، یه طرفش N. حلقه ای رو باز اینجا در نظر بگیرید. حالا اینو مرکز اگر بخوام من نشون بدم، یه حلقه است. هیچ چیز دیگری در این فضا وجود نداره. یه آهنربا وجود داره، یه حلقه. آزمایش به من نشون میده که اگر آهنربا رو به حلقه نزدیک کنم در حلقه جریان برقرار میشه. حلقه فلزی میتونه یک حلقه مسی باشه. خب یک فلز رسانا. خب من اینو اینجا شروع میکنم یکی یکی این روش ها رو مینویسم. آزمایش، دوستانی که یادداشت میکنن میتونن بنویسن. آزمایش نشان میدهد آزمایش نشان میدهد به کمک یک آهنربا و یک حلقه، حلقه بسته فلزی، میتوان جریان الکتریسیته تولید بود. برای این کار سه روش وجود داره.
نزدیک کردن، نزدیک یا دور کردن، نزدیک یا دور کردن آهنربا و حلقه نسبت به یکدیگر. بچه‌ها یعنی من بیام آهنربا رو به سمت حلقه حرکت بدم یا حلقه رو به سمت آهنربا حرکت بدم؟ دو، تغییر مساحت حلقه. بچه‌ها مساحت حلقه رو با آنشون میدن، اینکه شما حلقه رو کم و زیاد کنید، مساحتش رو کم و زیاد کنید. سه، تغییر زاویه. دقت کنید، راستای آهنربا و نیم خط عمود بر حلقه. منظورم یه تتاییه. خب دقت کنید، فرض کنید که من یه نیم خط رو بر این حلقه عمود کنم به این صورت. یه نیم خط عمود بر حلقه است. شروع کنم حلقه رو یا آهنربا رو طوری بچرخونم. خب من برای اینکه این رو به ذهنتون متبادر کنم یه مثال ساده میزنم. ببینید به این حلقه نگاه کنید. کلاه من میتونه یه حلقه باشه. اینم آهنربا. من میتونم اینجوری اینا رو بچرخونم. این قبول نیست. یعنی الان زاویه بین خطی که عمود بر کلاهه و آهنربا یا خودکاری که دست من هست تغییر نمیکنه این زاویه. باید اینجوری بچرخونم. یعنی طوری باید بچرخونم که زاویه، نگاه کن، اینو ثابت نگه میدارم، اینو اینجوری باید بچرخونم. خب اینجوری باید بچرخه. زاویه بین توی اون شکل دارید میبینید خط قرمز و آهنربا باید بتونه، باید تغییر کنه. هر کدوم از این سه تا کار رو انجام بدید توی حلقه برق تولید میشه. اما یه نکته، برق یا جریان الکتریسیته تنها در طول مدتی که شما دارید این کار رو انجام میدید وجود داره. به محض اینکه شما نگه دارید قطع میشه. مثلا اگه قرار من آهنربا رو دور و نزدیک کنم، تنها در مدتی که آهنربا رو دارم دور و نزدیک میکنم برق وجود داره. اگه آهنربا رو نگه دارم برق قطع میشه. حلقه رو اگه قرار بچرخونم، تنها در مدتی که حلقه داره میچرخه برق وجود داره. و همینطور اگه قرار مساحت رو تغییر بدم، تنها در مدتی که مساحت. پس من این نکته رو اینجا اضافه میکنم. جریان الکتریسیته در حلقه فقط و فقط، تأکید کردم، در طول مدتی که هر یک از موارد سگانه فوق در حال تغییر است برقرار می باشد. خب کل این حرفایی که زدم رو توی این آزمایش میتونید ببینید. یه حلقه من دارم، لامپ که نشان دهنده ثابت میکنه جریان برقرار شده یا نه، و یک آهنربا. اولین مورد این بود که آهنربا رو شما چیکار کنید؟
دور و نزدیک کنید، من این کار رو انجام میدم. ببینید جریان برقرار شد، جریان برقرار شد. بچه ها دقت کنید، سرعت دست من اینجا مهمه. حلقه رو میتونم دور و نزدیک کنم، حلقه رو به این صورت، بازم جریان برقرار میشه. این پارامتر کلش میشه بند اول از اون حرفایی که من زدم، تغییر دور و نزدیک کردن آهنربا نسبت به یکدیگر. خب دومین مورد تغییر مساحت حلقه بود. شما مساحت حلقه رو کم و زیاد کنید. من اینو بیارم نزدیکتر. ببینید بله بله بگو بگو. هر چیز بیشتر باشه، خب نه تغییر مساحت به یه عاملی برمیگرده که بهتون معرفی میکنم به نام شار. مساحت با میدان مغناطیسی با اون زاویه کنار هم قرار میگیرن، میشن شار مغناطیسی که بهتون معرفی میکنم. به مقدار الکترون ها نه، وابستگی نداره. ببینید میتونید جریان رو ببینید، جریان ضعیف. حالا من اگر آمپرسنج رو اینجا فعال کنم، شما میتونید جریان رو ببینید. نکنید یه جریان خیلی ضعیف اینجا وجود داره. من اگر اینو بیارم اینجا، چون اینجا میدان قوی تره، ببینید یه جریان خیلی ضعیفی رو شما میتونید مشاهده کنید. خب سومین عامل چرخش. جای قطب عوض شه، اون تغییرش رو توی جهت جریان نشون میده. حالا سوال خوبی بود، من جای قطب رو عوض کنم اینجا، خب بله بازم این اتفاق میفته، این میشه همون تغییر زاویه. چرخش حلقه و آهنربا یعنی همین. خب پولاریتی نه عوض کردم. نه کنید این درس مربوط به آیندهمون میشه. خب ببینید عقربه کدوم طرف منحرف میشه، به جهت انحراف عقربه توجه کنید. وقتی اینو من میارم اون طرف، دور که میشه این طرف. نه کنید وقتی که نزدیک میشه حلقه کدوم طرف میره، به راست یا چپ؟ حلقه به راست میره. حالا بذارید عوض کنم جای قطبا رو. حالا کدوم وری میره؟ ببینید وقتی که وارد میشه به چپ. این توی این موضوع تأثیر خودشو نشون میده. بسیار این آزمایش خیلی به ما کمک کرد که درسمون رو خیلی زود توضیح بدیم. اما میخوایم این درس رو بیایم براش فرمول ارائه بدیم و و در واقع یه بررسی کمی روش بکنیم. خب معرفی شار مغناطیسی یا شار مغناطیسی، اونایی که یادداشت میکنن بنویسن شار مغناطیسی. خب بله، برای هر پدیده فیزیکی به شرطی شما میتونید اظهار نظر دقیق بکنید که از مفاهیم ریاضی کمک بگیرید. شار مغناطیسی یک مفهومیه که ریاضی فیزیکیه، از فیزیک شروع میشه، توی ریاضیات شما نمودش رو میبینید، میتونید تعریفش کنید. با یه مثال ساده مفهوم شار رو به شما نشون میدم. جوی آبی ازش داره آب میگذره. خب فرض کنید که این جوی آب مسیری مثل این باشه، مسیری مثل این باشه.
این همون جریان آبیه که داره از اینجا میگذره. این همون جریان آب. خب. یه حلقه داریم. حلقه مثل این. این حلقه رو من میخوام بذارم توی این جوی آب تا ازش آب بگذره. خب سوال من از شما اینه، بیشترین مقدار آب چه زمانی از این حلقه میگذره؟ یعنی چه حالتی باید داشته باشه حلقه نسبت؟ خب فرض کنید اندازه هست دقیقا مساحت داخل برابر باشه. خب بعد زاویه چی؟ یعنی این جهتگیری حلقه مهمه یا مهم نیست؟ همه تون اعتقاد دارید درسته کاملا حلقه باید عمود بر جریان آب باشه تا بیشترین آب ازش بگذره. اگه حلقه رو موازی جریان آب بذارید آبی از داخل حلقه نمیگذره. دقیقا همین اتفاق رو ما ازش بهره برداری میکنیم، کمیتی به نام شار مغناطیسی رو تعریف میکنیم. چجوری؟ به این صورت میگیم که در فضای اطراف ما در فضای اطراف آهن رو با میدان مغناطیسی وجود داره. من میدان مغناطیسی رو اینجا میکشم مثلا با خطوط قرمز رنگ، فرض کنید که اینها میدان مغناطیسی باشن. این میدان مغناطیسی است که در فضا وجود داره. بی حلقه ای رو به این صورت در نظر بگیرید. حالا پایین تر شار مغناطیسی رو ما به این صورت، یه نیم خطم عموده بر این حلقه در تصور کنید، نیم خطی که عمود بر حلقه است، نیم خط عمود بر حلقه رو به این صورت، این هم یه خطیست که عمود بر این حلقه است. من شار مغناطیسی رو اینجوری تعریف میکنم، میگم شار مغناطیسی برابر است با، اولا شار رو با فی نشون میدم بچه ها به این صورت، یه دایره که یه خط وسطشه، مساویه مساحت حلقه بزرگی میدان مغناطیسی کوسینوس تتا. دقت کنید، آ مساحت حلقه است، بی بزرگی میدان مغناطیسیه، تتا زاویه بین راستای میدان و نیم خط. البته من به جای راستا بهتره بگم جهت، جهت میدان، زاویه بین جهت میدان چون میخوام جهت تعریف کنم، جهت میدان و جهت نیم خط عمود بر حلقه. دقت کنید، برگردید به همون مثال قبلی، راجب زاویه با هم صحبت کردیم، حلقه رو گذاشتیم تو جریان آب. فرض کنید تتا برابر چی باشد؟ می نوشتن دوستان بفرمایید. بنویسید. اونایی که ننوشتن بنویسن. پس من اینجا شار مغناطیسی رو تعریفش رو بنویسم. حالا این فضای خالی که اینجا داریم. شار مغناطیسی.
کمیتی است. نرده‌ای که نشان دهنده تعداد خطوط میدان گذرنده از درون حلقه، تعداد خطوط میدان گذرنده از درون حلقه و عمود بر حلقه. شار مغناطیسی برابر است با حاصل ضرب سه کمیت. یکی مساحت حلقه، یکی بزرگی میدان مغناطیسی، یکی هم زاویه بین جهت میدان و جهت نیمخط عمود بر حلقه. بچه ها دقت کنید، برای حلقه من یه مثال زدم برای جریان آب. برگردم به مثال قبلی. توی این مثال قبلی همتون اذعان کردید به شرطی بیشترین مقدار آب از درون این حلقه میگذره که حلقه را عمود بر جریان آب بذارید. من از شما سوال میکنم، اگر یه نیم خط عمود بر حلقه تعریف کنیم، یعنی اگر این نیم خط عمود بر این حلقه باشه، نیم خط عمود بر حلقه، خب نیم خط عمود بر حلقه با جریان آب چه زاویه‌ای باید داشته باشه؟ صفر. صفر. اتفاقا اگه 90 باشه، اگر 90 باشه شار میشه صفر، یعنی اون چیزی از درون حلقه. این دقیقا همین خاصیت کوسینوس رو اینجا بهش دقت کنید. توی این چیز بعدی کوسینوس صفر چنده؟ یک. بیشترین مقدار شار مال وقتی کوسینوس یک باشه، از اون طرف کمترین مقدار مال وقتی که 90 باشه. پس من توی اینجا چند نکته رو مینویسم. چند نکته؟ چند نکته؟ یک، اگر تتا مساوی صفر باشد شار گذرنده از حلقه بیشینه خواهد بود، یعنی بیشترین مقدار. وقت میگیم فی ماکس برابر است با آب دو، اگر تتا مساوی 90 باشد شار گذرنده از حلقه صفر خواهد شد. به خاطر اینکه کوسینوس 90 چنده؟ صفره. پس من میگم کوسینوس 90 صفره، پس شار میشه چی؟ صفر. خب مورد دوم، اگر تتا مساوی 90 باشد شار گذرنده از حلقه صفر خواهد شد. کوسینوس 90 چنده؟ صفر. اما نکته دیگه، ما
یه دونه میدان مغناطیسی تعریف کردیم براتون به این صورت، با همون قرمز بکشم که چشمتون آشناه. فرض کنید که این میدان مغناطیسی بچه ها حلقه توی محاسباتتون مهم نیست، مهم اون نیم خط عمود بر حلقه است. پس من خیلی وقتا میتونم اصلا حلقه رو نکشم، فقط نیم خط عمود بر حلقه رو بکشم، میگم حلقه من نیم خط عمود بهش اینجوریه، حلقه جوری قرار داشته که نیم خط عمود بر حلقه به این صورت بوده. خب برای این نیم خط یا این خط آبی رنگ باید یه جهت تعریف کنم، چون شما باید یه جهت تعریف کنید دیگه. جهت رو میگیم همیشه کمترین زاویه‌ای که با هم میسازن ملاکه. یعنی الان اینجا شما دوتا زاویه میتونید به دست بیارید بین این میدان و این خطی که من تعریف کردم دیگه، شما کمترین زاویه رو باید انتخاب کنید. پس نکته سوم، متوجه شدن همه منظورم چیه؟ چی؟ بازم میشه دوتا، یکی اونجا میشه یکی اونجا. نه ببین، شما الان مثلا این رنگ سبز من استفاده کنم، ببینید این یه زاویه است، درسته؟ اینم یه زاویه است، باشه اینو این برابره دیگه، این با این برابره، اینم با این برابره. چی؟ ببین مقدار کوسینوس تو این زاویه، شما یا باید این زاویه کوچیکه رو انتخاب کنید که مقدار این با مقدار این یکیه، یا باید این زاویه بزرگه رو. من دارم محاسبه شار دارم فقط میگم، شما دو تا مقدار میتونید انتخاب کنید، من دارم میگم زاویه کوچکتر رو انتخاب کنید. پس نکته سوم، برای، متوجه شدن همه منظورم چیه؟ برای پیدا کردن، برای انتخاب زاویه، بین نیم خط عمود بر حلقه و جهت میدان کمترین زاویه ملاک محاسبه خواهد بود. کمترین زاویه رو ما به عنوان ملاک محاسبه انتخاب. بچه ها یکای شار، واحد شار تسلامتر مربعی که بهش میگن وبر. پس نکته چهارم، یکای شار وبر نام دارد. خب یک وبر می شود یک تسلا ضرب در یک متر مربع. یک وبر می شود یک تسلا متر مربع. بیاید با هم مثال حل کنیم برای محاسبه شار مغناطیسی، با هم یه مثال حل. مثال کج محبت شد. مثال، دوستانی که یادداشت میکنم یه تذکر من بدم، لازم نیست حلقه همیشه گرد باشه ها، حلقه هر مسیر بسته ای رو ما بهش میگیم حلقه، میتونه مستطیل باشه، هر شکلی میتونه، فقط باید بسته باشه. نه مساحتش مهمه برامون،
بنویسید قاب مستطیل شکلی، قاب مستطیل شکلی به ابعاد 20 در 30 سانتی متر. که خط عمود بر آن، که خط عمود بر آن با میدان مغناطیسی صد گوس، یعنی بزرگی میدان مغناطیسی صد گوسه، زاویه 60 درجه می سازد. را در نظر بگیرید، شار مغناطیسی گذرنده از آن را حساب کن. خب اطلاعات مسئله‌مون تقریبا کامله. قاب مستطیل شکلی داریم، که مساحتش رو میدونیم. مساحتش میشه چی؟ طول ضرب در عرض. اما به متر باید بنویسید، میشه 2/10 ضرب در 3/10، میشه چقدر؟ 600 متر مربع. بله، 6 ضرب در 10 به توان منفی 2 یا 600 ضرب در 10 به توان منفی 4. 100 گوس شدت میدان مغناطیسی مونه میشه چقدر؟ بر حسب تسلا بگید منفی 4 میشه 1 ضرب در 10 به توان منفی 2. تتا هم که معلومه 60 درجه است، پس کوسینوس 60 درجه هم که هست 1/2. به راحتی حساب میکنیم، شار میشه چی؟ میشود آ ب کوسینوس تتا، پس میشه 6 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در 1 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در 1/2. جواب چقدر میشه؟ میشود 3 ضرب در 10 به توان منفی 4 واحد وبر. اینقدر وبر. خب اینقدر وبر. نه کجای شروع کردیم؟ 1/2 ضرب در 6 میشه 3. خب 2 صفرش با منفی میره، با توان منفی 4 میشه 6 ضرب در 10 توان منفی. اینم شد از این مسئله. اما همین مسئله رو میخوام من ادامه بدم. چیه مشکل؟ چیه؟ هر گوس 10 به توان منفی 4 تسلا. از اون ور حساب کنیم، هر تسلا 10 به توان 4 گوس. هر تسلا بزرگتر از گوسه. تسلا 1 تسلا 10000 گوس. خب اگر این الف باشه برای ما، قسمت ب این مثال خیلی جالبه. قسمت ب میگه قاب رو میچرخونیم تا این زاویه
از 60 درجه به 30 درجه کاهش پیدا کنه. پس قاب را میچرخانیم تا زاویه از 60 درجه به 30 درجه کاهش پیدا کنه. نه، چیزی که ازتون میخوام اینه که دلتا فی تغییر شار رو حساب کنید. دلتا فی، آها، تغییر شار. بچه ها وقتی میگم تغییر شار یعنی دلتا فی مساوی فی دو منهای فی یک که مثبت قطعا، چون زاویه کم شده بیشتر شده. بله، راه حساب توی محاسبه شار فقط کوسینوس تتا تغییر میکنه. این دفعه کوسینوس تتا میشه چقدر؟ بله، وقتی تتای شما 30 درجه باشه کوسینوس تتاتون میشه رادیکال 3 دوم. پس شار میشه چی؟ هیچ کدوم دیگه تغییر نمیکنن. شار بود آ ب کوسینوس تتا می شود 6 ضرب در 10 به توان منفی 2، 1 ضرب در 10 به توان منفی 2 رادیکال 3 دوم. محاسبه که کنید میشه 3 رادیکال 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. این میشه فی 2. بچه ها مسئله از شما دلتا فی رو میخواد. دلتا فی می شود فی دو منهای فی یک می شود سه رادیکال سه منهای سه یه پرانتز دورش در 10 به توان منفی 4 وبر. تغییرات شارمون اینقدر وبر می شه. خب این درس برای امروز کافیه. مثال سعی میکنیم حل کنیم، یعنی درسمون رو تغییر نمیدیم، این مثال های مختلفی رو حل کنیم. جا من درس رو به همینجا متوقف میکنم، بعد یه سری مثال ها رو الان باید با هم کار کنیم. میگم که شما بنویسید. بسیار خوب، پس تا اینجا برای درس امروزمون